بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما مسئولین عزیز و امیدوار هستم همه تان جور و صحتمند باشین. موضوع لکچر امروز ما در مورد آفات سلیم تخمدان ها و ادنکس ها یا نفیر ها می باشد که همه شما را به این لکچر خوش آمدید میگم. موضوعاتی که در این لکچر بالایان بحث و صحبت خواهیم نمود شامل معلومات عمومی در مورد آفات سلیم تخمدان ها و ادنکس ها، سیست های فیزیولوژیک یا فانکشنال سیست، گرانولوزا سیست، تیکالوتین سیست، اندومتریوزس و پولیسیستیک اوواریان سندروم می باشد که به صورت مفصل روی هر کدام بحث خواهیم نمود. آفات سلیم تخمدان ها و ادنکس ها چی است؟ آفات سلیم تخمدان ها و ادنکس ها عبارت از کتلات هستند که از طرق تناسلی منشأ می گیرند و در نزد خانم ها در سنین باروری بسیار معمول می باشند. و این آفات سلیم باعث تشکیل سیست های فیزیولوژیک و نیوپلازم های سلیم می گردد که نیوپلازم عبارت از نشونمای جدید یا غیر نرمال انساج در قسمت های مختلفه عضویت می باشد که به نام تومور هم یاد می گردد. و سیست عبارت از کیسه های هستند که مملو از مایع می باشند. بعضی از سیست های سلیم تخمدان بدون عرض بوده و به شکل تصادفی تشخیص می گردد و منجمنت و تداوی آن وابسته به نوعیت آنها می باشد. عملیات جراحی زمان در نزد خانم ها صورت می گیرد که این سیست ها اعراض پیدا بکنه و مثلا خونریزی در بین سیست اتفاق بیفتد یا سیست ها به پارگی معروض شوند و یا تداور یا ترشن نمایند. ارزیابی این سیست ها باید با توجه به تاریخچه مریض، معاینات فیزیکی، معاینات لابراتوری و تصویربرداری صورت بگیرد. و این سیست های سلیم یا نیوپلازم های سلیمی که در تخمدان ها و ادنکس ها به وجود می آید دارای سایز ها یا اندازه های متفاوت می باشد که برخشان قسمی که گفتیم بدون اعراض علائم می باشد، اما یک تعدادشان دارای اعراض و علائم بسیار شدید می باشد. قسمی که در سلاید قبلی هم یادآور شدیم که سیست های مختلف به شکل سلیم در تخمدان به وجود می آید که از جمله یکی هم فولیکولار سیست می باشد که از جمله فانکشنال سیست ها یا سیست های وظیفوی است که از سبب رشد بیش از حد یک فولیکل ایجاد می گردد، یعنی در وسط سیکل عادت ماهوار تخمه باید از تخمدان آزاد شود. در صورتی که بنابر هر دلیل تخمه از تخمدان آزاد نمی شود، فولیکل آن به سیست تبدیل شده و این نوع سیست ها در نزد خانم ها بسیار زیاد معمول می باشد و اندازه سیست ها از 3 سانتی متر الی 8 سانتی متر متفاوت می باشد که از نظر هستالوژیکی سیست های فولیکولر طبقه داخلی سیست ها البته توسط حجرات گرانولوزا و طبقه خارجی آن توسط حجرات تیکا انترنای فولیکل احاده گردیده و جدار ای سیست ها نیز نازک می باشد و مملو از مایع می باشد. قسمی که در این تصویر هم شما می بینین سیست جدار بسیار نازک داشته و مملو از مایع می باشد و اکثرا بدون اعراض می باشد و به صورت خود به خودی یا به نفسیی از بین می رود. پاتوجنیزس یا میکانیزم به وجود آمدن سیست های فانکشنال یا فولیکولار طوری است که در اثر عدم تخمه گذاری و یا هم از سبب اختلال در افراز گونادوتروپین های غده نخامیه تخمه از تخمدان آزاد نمیشه و فولیکلی که به صورت مکمل نشونمو نکرده چون هاوی یک مقدار کم مایع میباشه، مایع از این دوباره جذب نمیشه و این فولیکل بزرگ میگردد و بالاخره مایع در بین آن تجمع می کند و سبب به وجود آمدن سیست های فولیکولار بزرگ می گردد. تظاهرات کلینیکی سیست های فولیکولار قسمی که در سلاید های قبلی هم یادآور شدیم که این سیست ها اکثرا بدون اعراض می باشند ولی ندرتا ممکن است در آن خونریزی رخ بدهد و یا تداور یا ترشن نماید که باعث ایجاد اعراض علائم در نزد خانم ها می گردد.
بعضن سیست های بزرگ سبب دردهای حوصلی، دسپرونیا و یا هم خونریزی های غیر نارمل مهبلی می گردد که این خونریزی های غیر نارمل مهبلی از سبب اختلال در تخمگذاری یا اوولیشن می باشد. در قسمت تریتمنت یا تداوی سیستای فولیکولار باید یادآور شویم، چون اکثرا اعراض علائم در نزد خانم ها ایجاد نمی کند، بنابراین بدون تداوی در ظرف 2 ماه به صورت بنفسی از بین می رود و در خانم هایی که سکل های غیر نارمل دارند تنها می تانیم از اورال کانتراسپتیو پیلز یا دواهای ضد حاملگی فمی که سبب منظم شدن سکل عادت ماهوار و تخمه گذاری در آنها می گردد توصیه نماییم یا استفاده نماییم. بعضن سیست هایی که بزرگتر از 8 سانتی متر هستند اسپایرشن می گردند، یعنی مایع آن خارج می شود، اما در 95% موارد این سیست ها دوباره به وجود می آید. بنابراین نیاز نیست که تداوی خاص در نزد خانم ها به خاطر سیست های فانکشنال صورت بگیرد. کارپوس لوتیوم سیست یا گرانولوزا لوتین سیست، این سیست ها هم از جمله سیست های وظیفوی یا فانکشنال تخمدان می باشد که جدار این سیست ها هم نازک می باشد و اندازه آن از 3 الی 11 سانتی متر متفاوت می باشد و این سیست ها اکثرا به تعقیب اوولیشن نرمال به وجود می آید، یعنی زمانی که اوولیشن واقع می شود تخم از تخمدان خارج می گردد، حجرات گرانولوزایی که اطراف فولیکل را احاطه نموده تحت تاثیر هورمون LH یا لوتینایزینگ هورمون قرار گرفته و بعضاً سبب تشکیل سیست می‌گردد. در حالت نرمال بعد از اینکه تخمه از تخمدان آزاد می‌گردد، قسمت باقی مانده فولیکل تحت تاثیر لوتینایز قرار گرفته و بعضاً در اثر واسکولاریزیشن در داخل آن خونریزی اتفاق می‌افتد و سبب تشکیل کارپوس هموراژیک هم می‌گردد. و قسمی که در این تصویر شما میبینین در داخل فولیکل اکثرا بعد از آزاد شدن تخمه خونریزی اتفاق افتاده و به نام کارپوس هموراژیک هم یاد میگردد و زمانی که خونریزی در داخل کارپوس هموراژیک هم رشد میگردد به جسم زرد یا کارپوس لوتیوم تبدیل میگردد. در صورتی که اندازه کارپوس لوتیوم بزرگتر از 3 سانتی متر باشد تبدیل به سیست میگردد که به نام کارپوس لوتیوم سیست یاد میگردد. کارپوس لوتیوم سیست سبب دردهای حوصلی و حساسیت موضعی در قسمت‌های سفلی بطن می‌گردد و در بعض حالات مریضان از امینوره یا تأخیر در سکل عادت ماهوار شاکی می‌باشند که از لحاظ کلینیکی شباهت به حمل خارج رحمی یا اکتاپیک دارد. در حالاتی که سیست های کارپوس لوتیوم تداور نموده باشد سبب درد بسیار شدید در نزد مریضان می گردد و در صورتی که به پارگی یا رپچر مروض گردیده باشند سبب خونریزی در بطن می گردد که شباهت به بطن حاد یا اکیوت ابدومن دارد. تداوی کارپوس لوتیوم سیست در صورتی که رپچر نموده باشد یا تداور و یا ابدورشن نموده باشد لپاراسکوپی و یا لپاراتومی است که به خاطر کنترل خونریزی و یا رفع تداور سیست اجرا می گردد و به جز از اختلالات حاد تداوی کارپوس لوتیوم سیست تداوی عرضی می باشد و مانند سیست های فولیکولار این سیست ها نیز در ظرف 1 یا 2 ماه در خانم هایی که سکل عادت ماهوار منظم دارند به صورت بنفسی از بین می روند و توصیه اورال کانتراسپتیو پیلز برای این مریضان آنقدر سودمند نمی باشد. فیکالوتین سیست هم از جمله سیست های سلیم تخمدان است که در اثر افزایش سویه کوریونیک گونادوتروپین ها به وجود می آید و بیشتر در نزد مریضانی که مصاب کوریوکارسینوما هستند یا خانم هایی که حمل مولر یا مولر پرگننسی دارند دیده می شود و برالاویان در نزد خانم هایی که با کوریونیک گونادوتروپین یا کلومفین ستریت تداوی می شوند این سیست ها به وجود می آید و به طور نادر در حمل نارمل نیز امکان دارد این سیست ها از اثر بلند رفتن سویه کوریونیک گونادوتروپین به وجود آید.
جدار سیست های تیکالوتین از لحاظ هیستولوژیکی توسط حجرات تیکاسل فولیکل احاطه گردیده که ممکن است لیوتنایز شده باشند یا نشده باشند، یعنی ممکن است تحت تاثیر هورمون علاج قرار گرفته باشند یا نشده نگرفته باشند. در این سیست ها حجرات گرانولوزا ممکن اکثرا موجود نمی باشد و این سیست ها اکثرا دو طرفه بوده، قسمی که در این تصویر هم شما می بینید که هر دو تخمدان حاوی سیست می باشد و این سیست ها توسط مایع شفاف سرخ رنگ مملو گردیده است و بدون اعراض می باشند، اما بعضا مریضان از احساس سنگینی یا درد بسیار خفیف در قسمت حوصله شاکی می باشند. قسمی که در سلاید قبلی هم یادآور شدیم، تیکالوتین سیست اکثرا بدون اعراض می باشد، اما در صورتی که به ربچر یا پارگی معرض شده باشد سبب خونریزی داخل پریتونی می گردد. ولی موجودیت اعراض و علائم حاملگی مخصوصا هایپرمیزز یا دلبدی به استفراغات حاملگی و پرستیزی سدیه ها نسبت بلند بودن کوریونیک گونادوتروپین در نزد مریضان موجود می باشد. تیکالوتین سیست اکثرا در صورتی که عامل آن از بین برود به صورت بنفسجی رشد می گردد. مثلا خانم هایی که حمل مول دارند در صورتی که حمل مول تداوی گردد و خاتمه داده شود و یا خانم هایی که مصاب کوریو کارسینوما هستند با تداوی نمودن کوریو کارسینوما و یا قطع تداوی اقامت در نزد خانم هایی که کوریونیک گونادوتروپین اخذ می نمایند باعث از بین رفتن بنفسجی یا خود به خودی ای سیست ها می گردد. اما رشف کامل آن ممکن است چندین ماه را در بر بگیرد. ولی در حالاتی که سیست های تیکالوتین اختلاطی شود، یعنی در بین آن خونریزی اتفاق بیفتد یا تدور نمایند، نزد مریضان عملیات جراحی باید صورت بگیرد. اندومتریوماز یا اندومتریوز سیست نیز یکی از انواع سیست های تخمدان است که در نزد خانم های مصاب اندومتریوز دیده می شود و او از میراقات اندومتریوتیکی که در بالای تخمدان ها قرار گرفته توسط یک محفظه فبروزی احاطه می گردد و با تجمع مایع و خون در داخل آن سبب تشکیل سیست می گردد. این سیست ها دارای اندازه های مختلف می باشد که از چند میلی متر الا 10 سانتی متر اندازه آن متفاوت می باشد و چون محتویات آن غلیظ و نسواری رنگ است به نام چاکلت سیست یا سیست های شکلاتی یاد می گردد. قسمی که شما در تصویر می بینید که یک سیست اندومتریوز تسلیق شده و محتوای نسواری رنگ و بسیار غلیظ دارد که بنابر همین محتویاتش به نام چاکلت سیست یاد می گردد. چسبندگی ها یا التصاقات فایبرویدی که از سبب اندومتریوز سیست در جدارهای جنبی حوصله در جوف دوگلاس و نفیرها به وجود می آید اکثرا مانع دیدن ای سیست ها می گردد و سیست های اندومتریوز اکثرا دارای اعراض می باشد مانند دردهای مزمن حوصله، دسپرونیا یا مقاربت جنسی دردناک، دسمنوریا یا عادت محور دردناک و انفرتلتی. و در تصویر هم شما یک چاکلت سیست را مشاهده میکنین که در قسمت تخمدان قرار دارد. هایپرتیکوز سیست یا تیکوماتوز سیست هایی هستند که در اثر هایپرپلازی حجرات تیکاسل که در اطراف فولیکل ها قرار دارد با وجود می آید و این نوع سیست ها به صورت گروس باعث بزرگ شدن تخمدان ها نمی گردد ولی زایات اکثرا با معاینات هستولوژیک گونادهایی که خارج شده است قابل مشاهده است که در معاینات هستولوژیک حجرات استرومایی که سایتوپلازم آنها افزایش یافته مشخص می گردد و تغییرات در حجرات تیکای نارمل بعد از اینکه توسط هورمون های گونادوتروپین تحریک می گردن خصوصا توسط الچ واضح می شود و قسمی که در تصویر هم شما می بینین که سیست در فولیکل ها وجود دارد، در تخمدان ها ببخشین وجود دارد، اما اندازه تخمدان ها نارمل بوده و بزرگ نگردیده است.
اعراضی که در هایپرتیکوز سیست به وجود میاد اکثرا در خانم های پری منوپوزال هایپرپلازی حجرات تیکا انترنا سبب ویرولایزیشن یا ایجاد خصوصیات مردانه می گردد، چون حجرات تیکا تحت تاثیر هورمون LH یا لیوتنایزینگ هورمون قرار می گیرد و سبب تولید اندروژن یا هورمون های مردانه می گردد. از لحاظ کلینیکی اعراضی که در هایپرتیکوز ایجاد می گردد مشابه به پولیسیستیک اوورین سندروم یا سندروم پی سی او می باشد، اما تفاوت آن این است که حجرات تیکا در هایپرتیکوز در قسمت استرومای تخمدان به شکل پراگنده قرار دارد، در حالی که در پولیسیستیک اووری تنها حجرات تیکا در اطراف فولیکل های سیستیک قرار دارد. و اعراض را که در نزد خانم های بعد از منوپوز ایجاد می کند عبارت از هایپرپلازی های اندومتر و خونریزی محولی می باشد. پولیسیستیک اووریان سندروم که به نام استن لونتال سندروم هم یاد می گردد یکی از آفات سلیم تخمدان ها می باشد که در آن تخمدان ها از اندازه طبیعی بزرگتر بوده و پولیسیستیک به معنای تعداد زیاد سیست ها یا فولیکل در تخمدان می باشد. این مرض با سکل های بدون تبیض یا انبولیشن مشخص می شود و با اعراض کلینیکی مانند بزرگ شدن تخمدان ها، امنوره ثانوی، اولیگومنوره و اقامت چاقی و هرسوتیزم همراه می باشد. و قسمی که در تصویرم شما می بینین اووری یا تخمدان از اندازه طبیعیان بزرگتر بوده و حاوی سیست ها یا فولیکول های متعدد در قسمت قشر تخمدان می باشد و اکثرا سیست ها در پولیسیستیک اووری به شکل دانه تزوی در قسمت قشر تخمدان قرار دارد. پولیسیستیک اووریان سندروم در 5-10% خانم ها واقع می شود که نظر به نژاد و قومیت متفاوت می باشد و تقریبا 50% خانم های که مصاب پولیسیستیک اووریان سندروم هستند مصاب هرسوتیزم یا پرمویی و 30-75% مصاب چاقی می باشند. قسمی که در این تصویرم شما می بینین یک خانمی که مصاب پی سی او اس یا پولیسیستیک اووریان سندروم است، موهای اضافی بیشتر در روی و در قسمت گردن و ایرش نموده و مصاب هرسوتیزم می باشد و تشخیص پولیسیستیک اووریان سندروم به اساس تاریخچه و معاینات کلینیکی صورت می‌گیرد. مطابق یک گروپ اجماع بین‌المللی که اینها بالای پولیسیستیک اووریان سندروم تحقیق نمودند، تشخیص این سندروم در موجودیت حداقل یکی از دو حالت زن صورت می‌گیرد: اولیگومنوریا یا امنوریا و هایپر اندروژنیزم و تخمدان های پولیسیستیک در آلتراساوند، یعنی در صورتی که یک خانم از امنوری یا اولیگومنوری حکایت می کند و در نزدش هایپر اندروژنیزم موجود است و در آلتراساوند نیز در تخمدان ها فولیکل ها به شکل پولیسیستیک مشاهده می گردد، امکان دارد این خانم مصاب پولیسیستیک اووریان سندروم باشد. تخمدان های پولیسیستیک را به نام آیستر اووریز یا تخمدان های صدف مانند هم یاد می کنند، زیرا تخمدان ها بزرگ و اسکلروتیک بوده و دارای سطوح سفید بدون فررفتگی مانند مروارید می باشند. و در پولیسیستیک اووریان سندروم حجرات تیکا انترنا تحت تاثیر هورمون LH یا لیوتنایزینگ هورمون قرار می گیرد و لیوتنایز می شوند و سایتوپلازم این حجرات افزایش یافته و سبب تولید هورمون اندروژن می گردد. در معاینات لابراتوری که در نزد مریضان پولیسیستیک اووریان سندروم اجرا می گردد سویه اندروژن ها بلند بوده و همچنان سوی الچ نسبت به فسچ بلند می باشد و ابنرمالتی های لپیدها و مقاومت به انسولین در معاینات لابراتوری این مریضان دریافت می گردد.
چون در نزد مریضان پولیسیستیک اوورین سندروم انوولیشن موجود می باشد که این انوولیشن در نزد خانم ها با سوی بلند LH یا لیوتنایزنگ هورمون و کاهش سوی FSH و کاهش سوی پروژسترون در روز 21 سکل عادت ماهوار توسط معاینات لابراتوری مشخص می گردد و برعلاوه آن در معاینه اولتراساوند که در نزد خانم ها اجرا می گردد فولیکل های متعدد در تخمدان دیده می شود. و پولیسیستیک اوورین سندروم ارتباط با عدم کفایه وظیفوی هایپوتالاموس و نخامیه و مقاومت در برابر انسولین دارد که از سبب این عدم کفایه وظیفوی غدوات هایپوتالاموس و نخامیه در سویه هورمون های گنادی عدم توازن واقع شده و مانع آزاد شدن تخمه از تخمدان یا انوولیشن می گردد. خانم هایی که مصاب پولیسیستیک اوورین سندروم هستند عموما به خاطر هرسوتیزم یا پرمویی و اقامت به دکتر مراجعه می کنند که به خاطر تداوی هرسوتیزم عموما دواهایی که سبب کاهش سوی اندروژن می گردد مانند فلوتامید توصیه می شود و اورال کانتراسپتیو فلز یا دواهای ضد حاملگی خوراکی در نزد خانم هایی که اولاد نمی خواهند تجویز می گردد. اما خانم هایی که مصاب اقامت هستند و البته خانم هایی که پولیسیستیک اوورین سندروم دارند و در نزدشان اقامت به وجود آمده و خواهان اولاد هستند با کلومفین ستریت تداوی می گردند. و همچنان بعضی از خانم ها توسط هیمن منوپوزال گونادوتروپین تداوی می گردند که سبب به وجود آمدن اوولیشن منظم در نزد آنها می گردند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که متفورمین که باعث کاهش مقاومت در برابر انسولین می‌گردد در خانم‌های مصاب پولیسیستیک اوورین سندروم سرعت باروری را افزایش می‌دهد و خصوص زمانی که با کلومفین ستریت یک جا تجویز گردد و ضمناً کاهش وزن در حدود 2-7% باعث اصلاح و بهبودی اوولیشن در خانم‌های مصاب پولیسیستیک اوورین سندروم می‌گردد و در خانم‌هایی که پولیسیستیک اوورین سندروم دارند از باعث سکل های انوولیتوری مزمن اندومتر تنها تحت تاثیر هورمون استروژن قرار گرفته و باعث هایپرپلازی وصفی یا غیر وصفی اندومتر می گردد و زمینه را برای کارسینومای اندومتر مساعد می سازد که در این مورد در لکچرهای قبلی به صورت مفصل بحث نمودیم. بعضی از هایپرپلازی های غیر وصفی اندومتر با تجویز دوزهای بلند پروژسترون مانند مجسترول استیت به مقدار 40 تا 60 میلی گرام روزانه برای مدت 3-4 ماه اصلاح شده و از بین می رود و بایوپسی اندومتر برای تعیین پاسخ اندومتر و عود بعدی هایپرپلازی ضروری می باشد.